سلام، میشه خودتو معرفی کنی؟ سلام، من علی دامنپاک هستم، دانشجوی رشته پزشکی ورودی 1401 بهمن. مرسی. میتونی بهم بگی که چند سال پشت کنکور بودی و اینکه رتبت چه تغییری کرد؟ 2 سال پشت کنکور بودم. اولین سالم رو رتبم شد 6500، رتبه سال دومم شد 4321، سال سومم شد 1038. عالیه. منطقه یک بود. چه توصیه هایی داری برای بچه هایی که کنکوری هن یا پشت کنکوری، برای اینکه یه سری اشتباهات رو تکرار نکنن و سریعتر بتونن به هدفشون برسن؟ برای مثلا بچه های سال 12 نه پشت کنکوری ها، چون پشت کنکوری ها این قضیه رو متوجه میشن آخر، بحث تقلب کردنه توی مخصوصا آزمون های آزمایشی مثل قلمچی و اینجور چیزا. بخاطر اینکه ببینین وقتی تقلب میکنین یه درصد غیر واقعی دارین و خب این باعث میشه که در برنامه آیندهتون روتون تأثیر بذاره. بعضی موقع فکر میکردم که من این درس رو بلدم، یعنی به خودم جوری تلقین میکردم که من این درس رو بلدم، در نتیجه باعث میشد من برنامه‌ای که برای 2 هفته آیندهم میریزم رو بر اساس خود دروغیم میچیدم، که همین باعث شد من به خیلی از درس‌ها نرسم، هول کنم سال اول. سال دوم یه بحثی که از مثلا خیلی میدونم خیلی از بچه پشت کنکور اتفاق براشون میفته، بحث مغرور شدنه. وقتی شما برای دومین بار میخواین کنکور بدین، وقتی میخواین درس رو بخونین، فکر میکنین درس رو بلدین، خب میگین من یه سال این درس رو خوندم، بلدم، کمتر تایم میذارم، بیشتر میرم تست میزنم. توجه داشته باشین، درست نخوندین که سال اول قبول نشدین، باعث نمیشه که چون یه سال خوندین حالا حتی اگه بد خوندین فکر کنین قراره یاد اینو راحت تر یاد بگیرین. نه، این نیست. زمانهای طلایی رو خیلی جدی بگیرین. من اشتباهی که کردم دیماه و عیدم رو خیلی خراب کردم، تایمم هدر رفت به خیلی از دیماه و عید و مخصوصا ماه آخر کنکور مهمه، چون خیلی ها مثل منی که سال دوم جا زدم جا میزنم، پس واقعا فرصت خوبیه که خودت رو بکشی بالا، 1000 تا 2000 تا رتبه خودت رو ببری بالا. این خیلی مهم. و تحلیل آزمون، خیلی ها بلد نیستن چجوری تحلیل آزمون بکنن. نزدیک 7 ماه طول کشید من یه تحلیل آزمون درست رو بتونم انجام بدم. یعنی من از آبان ماه که شروع کردم تحلیل آزمون همه غلط بود. اینجوری فکر نکنین قراره یه آزمون بدین، یه تحلیل آزمون بکنین، بعد مثلا اینو قراره هفته بعد 2 هفته بعد که آزمون قلمچی میدین خیلی تغییر بکنه. اصلا اینجوری نیست. خیلی به مرور طول میکشه تحلیل آزموناتون درست بشه. من تازه بعد از عید و اواخر فروردین اولین تحلیل آزمون درستم رو کردم، جوری که باید تحلیل آزمون میکردم. بعضی از بچه‌ها که اصلا تحلیل نمی‌کنن، فهم کنن خیلی چیز مهمی نیست. یا مثلا وقتی خراب میکنن تحلیل نمی‌کنن، در صورتی که دقیقاً وقتی خراب میکنید باید بری تحلیل کنی، ببینی مثلا مشکل کجا بود و درستش کنی. دقیقاً همینه. تحلیل آزمون بچه‌ها واسه اینه که شما بدونین کجا رو درست یاد نگرفتین. اگر از فصل مثلا میگم 2 فیزیک 11 میاد سوال میاد، برین تحلیل بکنین، بگین خب این 25 تا سواله، من چه مباحثیش رو غلط زدم، من کجای فصل 2 رو درست نخوندم، کجا رو کمتر تست زدم. تحلیل آزمون اینه. ببینین آزمون دادنه مهم نیست واقعا. شاید آزمون دادنه 20% باشه، 80%ش واقعا تحلیل آزمونه. اصلا مهم نیست تحلیل آزمونتون 2 روز طول بکشه، مهم اینه که درست انجام بدین، چون واقعا یاد میگیرین از تحلیل آزمون. و باعث میشه که در آینده برنامه هاتون سبکتر بشه. نخواین بگین میگم من فصل 2 رو مثلا خوب نخونم، از اونجایی که تحلیل نکردم من نمیدونم از کجا مثلا غلط زدم، میگین فصل 2 رو بلد نیستم، پس در نتیجه میرین یه تایم زیادی رو واسه کل فصل 2 میذارین، در حالی که شما نه اینکه کل فصل 2 رو بلد نیستین، فقط یه به قسمتش یا 2 قسمتش رو بلد نیستین. بعد حتی من یه آزمونایی مثل مازدو که میدادم خیلی طول میکشید تحلیلش، چون سخت بود آزمون. بچه ها میبینم بیشتر از 4-5 ساعت طول کشید، دیگه بیخیال میشن، فهم کنن وقتشون داره میره، در صورتی که واقعا تایم خوبیه. یعنی شما دارین از این تایم استفاده میکنین برای یاد گرفتن، اصلا وقت تلف کردن نیست. دقیقا همینه. منم دوپینگ ماز رو فکر میکنم، منم دوپینگ ماز رو استفاده میکنم. ببینین دوپینگ ماز
اولا آزموناش یه روز در میون بود، خیلی سخت بود. اولا نمیرسین بخونین، واقعا نمیرسین بخونین، چون حجم درساش زیاده، تنوع سوالاش زیاده، پاسخنامش واقعا زیاد بود، چون واقعا پاسخنامه خوبی بود. میومد سوال رو میداد، خود سوال رو، بعد پاسخنامه رو میداد و بعد یک درسنامه کامل میداد از اون. بعد یه سوال دیگه که دارم، توی این مدت روحیت خراب نمیشد از اینکه دوباره یه سال دیگه باید بخونم؟ احساس حالا افسردگی به آره دقیقاً این آره. احساسو نداشتی؟ اصلا بحثی که واسه پشت کنکوری بودن هست، این همین بحث استراب و افسردگیه. ببینین اگر میخواین پشت کنکور بمونین، اگر پشت کنکوری هستین، اینو بدونین افسردگی سراغتون میاد. اصلا همون تایمایی که سال دوم بودم، دی ماه عید و یک ماه آخر کنکور، من سر همین افسردگی بود. اشتباهاتی کردم که باعث شد افسرده بشم، بگم نمیرسم. میرسیدم سمت دی ماه که موقع جمع‌بندی کردنه، میگفتم من که نخوندم، اون ناراحتیه به این نرسیدن اضافه میشد، با هم جمع میشد یا از دست میدادم. بعد میرسیدم عید، میگفتم من که دیو نخوندم، قبلش هم که نخوندم، اینم قرار نیست بخونم. از لحاظ ساعت درسی بچه ها اونقدر به خودتون فشار نیارید. من یه اشتباهی که کردم، من دو روز، فقط دو روز اومدم، مثل بعضی از نفرات برتر که توی این مصاحبه هاشون میگن ما مثلا 14 ساعت درس میخوندیم، 15 ساعت درس میخوندیم، 15 ساعت درس خوندم توی دو روز و باعث شد من 4 روز بعدش رو هیچی نخونم. اینی که دو روز 15 ساعت بخونین بعدش چیزی نخونین، اصلا خیلی بدتر از اینه که تا اینکه بیاین شما 6 روز رو فقط مثلا 5 ساعت بخونین. آره. صحبت آخری داری با بچه‌ها؟ کنکور یه رقابت سنگینه، خیلی هم بالاخره توش حاشیه است، تقلب زیاد میشه، سوالا رو میخرن. مشاورم بهم گفته بود، گفته بود که تو اگر لیاقتت رتبه 1000 باشه، یعنی اونقدر تلاش کرده باشه که لیاقتت رتبه 1000 باشه، آزمون سخت باشه رتبت 1000 میشه، آزمون آسون باشه رتبت 1000 میشه، هر اتفاقی بیفته تو رتبت 1000 میشه. همیشه اون تلاشیو که کردی جوابشو میگیری. اینی که بیاین بهونه کنین تقلب توی کنکور زیاد بود و اینا فقط شما رو عقب میندازه، فقط باعث میشه برین توی حاشیه، گیر بیفتین اونجا، همش فکر کنین، در حالی که شما هر ساعتی رو که از دست بدین، شاید 100 نفر آدم ازتون جلو بزنن توی این ساعت. مرسی ازت که وقت گذاشتی، خیلی عالی بود.